آقای حمید نوذری، مسئول کانون پناهندگان سیاسی ایرانی در برلین و فعال حقوق بشر که چهره شناخته شده است. سوال بنده اینه، چرا با توجه به این همه اعتراضاتی که در یک سال اخیر در ایران روی داده، هنوز دولت دهم احمدی نژاد بر سر کاره؟ با سلام. به نظرم یکی از شانس‌های تاریخی که رژیم جمهوری اسلامی ایران و دولت احمدی نژاد داره اینه که هنوز یه اپوزیسیون قوی، دموکرات، سکولار نتونسته خودش رو سازمان بده و متاسفانه اپوزیسیون عمومی ایران فاقد همچین آلترناتیو یا جانشینیه. مشکل اصلی اینه که به نظر من نارضایتی و نگفتن به جمهوری اسلامی بیشتر در سطح عمومی و در سطح مبارزات خیابانی و نه هنوز به صورت سیاسی ادامه داره و این از نظر یک جانشینی سیاسی ما با یک مشکل جدی مواجه هستیم. سرکوب، نبود تجربه، جدایی میان نسل جدید و فعالین سیاسی در سال 60 و کسایی که به تعداد زیاد و با حدت و شدت در انقلاب 57 شرکت کردند، این جدایی هنوز به صورت یک آلترناتیو سیاسی و به صورت پیوند و به صورت یک تبادل چطور بگم تجربیات متاسفانه هنوز در ایران سازماندهی نشده. نمیتونم از این هم گذر بکنم که یک نحوی خوشبینی بخش‌های زیادی از نیروی جوان و نیروهای سیاسی در ایران نسبت به تحولات دموکراتیک در رژیم جمهوری اسلامی ایران هم به عنوان یک دلیل به اصطلاح مطرح نشه. هنوز هستن تعداد زیادی که این امید رو دارن که بشه از راه تحولات دموکراتیک و تدریجی در جمهوری اسلامی ایران به یک تغییرات بنیادی رسید. چیزی که به نظر من و متاسفانه در 31 سال گذشته نشون داده که در این رژیم با این ساختار و با این نمودارهای مذهبی، نظامی، امنیتی تقریبا چیزی در حال غیر ممکنه. اولی شرایط یک جامعه دموکراتیک که جدایی دین از دولته، که برابری شهروندان یعنی زنان و مردان، برابری حقوقی همه شهروندان با هر ملیت، قومیت و با هر گرایش مذهبی یا سیاسی هستند، اینها پیشرفت‌های یک جامعه دموکراتیکه که به نظر من با قوانین بنیادی و اساسی جمهوری اسلامی ایران در تضاد و بدون گذشتن از این خط قرمز نمیشه آغازی برای یک حرکت دموکراتیک و جدی در ایران پیش بینی کرد. اینها مسائلی هستن که به نظر من نتونستن در یک سال گذشته هنوز یک آلترناتیو جدی و سیاسی در ایران رو به وجود بیارن. آقای نوذری، با توجه به سابقه طولانی مبارزاتی اپوزیسیون رادیکال علیه جمهوری اسلامی ایران، چرا نسل جدید ایرانیان، جوانان ایرانی، همان گونه که جناب عالی اشاره کردین، به یک رفرم حکومتی در اون حکومتی دل ببنده؟ چند دلیل داره. یکی همونطور که گفتم این مبادله میان نسل ما و یک کمی قدیمی تر از ما، یعنی نسل کسایی که با حدود 20-21 سال در انقلاب 57 شرکت کردن و نسل جدید، به خاطر سرکوب‌های شدید، به خاطر اعدام‌های چند ده هزار نفره، به ویژه اعدام‌های سال 67 که واقعا چندین هزار نفر از با تجربه ترین مسئولین سیاسی ایران رو در عرض چند روز اینها از بین بردن، این تجربه به نسل جدید انتقال پیدا نکرد. نسل جدید از یک طرفی نسلی که با پدر و مادر و کسایی که همسن و سال مادر مشکل دارن، که شما بدون فکر سال 57 دست
به انقلابی زدید که نتیجهش بدتر از رژیم سابق. برای همین ما سعی میکنیم از دید اونها قدم به قدم پیش بریم تا شاید بتونیم دستاوردهای بیشتری دست بیاریم. این شاید بتونه در یک جامعه ای که امکان قدم به قدم پیش رفتن بوده باشه بتونه کمک کننده باشه. در جمهوری اسلامی ایران که حتی قدم‌های اولیه یک حکومت آزاد و دموکراتیک رو مرتب با سرکوب، حتی انتخابات درون سیستم خودشونم که هزار نوع اشکال و موانع جدی توشه نمیتونن قبول بکنن، با یک سد جدی مواجه هستن. این که نسل جدید، نسل مبارزین فعلی در ایران کی از این پیشداوری‌های سیاسی در رابطه با احیانا پوان گرفتن در این رژیم به دستاوردهای جدیدتری میرسه من نمیدونم. در شرط غیر از این که کار سیاسی کرد ها رو با این موانع آشنا کرد، امید داشت که این نسل با این تجربه ببیشه یک سال گذشته در فکر آلترناتیو جدی سیاسی و سکولار برای آینده ایران باشه، کار دیگه ای نمیشه. آینده سیاسی ایران را در کوتاه مدت چگونه ارزیابی میکنید؟ چگونه میبینید؟ به نظرم در کوتاه مدت غیر از دستاوردهای جنبندی از دستاوردهای یک سال گذشته خم نشدن در مقابل یک مقداری رکود سیاسی که الان جنبش رو گرفته و علاوه بر اون تشنجات زیادی که در سطح بین المللی به ویژه در رابطه با مسائل اتم هست، در کوتاه مدت به نظرم این دو سه فاکتور مسائل سیاسی ما رو همراهی خواهند کرد. ما نباید اجازه بدیم مسائل اتمی، انرژی و مسائل امنیتی که هم رژیم در ایران از یک طرف و هم نیروها و دولت‌های غربی سعی می‌کنند اون رو به مسئله اول ایران تبدیل بکنن، ما نباید در مقابل این کوتاه بیایم و به ایرانی ها و به جهانیان بقبولیم که مسئله اصلی و مهم در ما دموکراسی در ایرانه، جدایی دین از دولته. در این مسائل اتمی و مسائل امنیتی هنگامی که یک رژیم دموکراتیک برآمده از انتخابات آزاد، برآمده از انتخابی که ملت در شرایط آزاد و دموکراتیک بکنه، این مسائل فقط در این چارچوب میتونن قابل حل باشن. در غیر این صورت بحران پشت بحران، کوتاه مدت یا دراز مدت در ایران تکرار خواهد شد و فکر میکنم در 5-6 ماه آینده بیشتر با این نوع از مسائل امنیتی، تحریم های مختلف و فشارهای دولت غربی برای کوتاه آمدن بر سر مسائل اتمی در ایران هستیم. امیدوارم که اپوزیسیون در ایران خودش رو به این مسائل محدود نکنه. امروز 19 ژوئن و شما از آلمان جهت شرکت در تظاهرات تشریف آورده این یه رنگین کمان انسان احساس میکنه، در حالی که در روزهای گذشته ایرانیان دوچار یک تناقضات درونی و در واقع یه زد و خوردهای پیش اومده بود، چون سبسا ادعا کرده بودن که همه یک رنگ و یک صدا و با یک شعار مشترک در تظاهرات شرکت کنند. این رنگین کمان رو چه جوری قلمداد میکنید؟ باید چه جوری باشه؟ باید از اون استقبال کرد. میبایستی از تک رنگی، تک صدایی و این هم بخشی از اون مشکلیه که بیشتر گفتن و اون اینه که تعیین میکنن برخی نیروها معادلات و مسائل سیاسی ایران رو به اون چیزی که در چارچوب رژیم میگذره تقلیل بدن. این به شدت باید باش مخالفت کرد. امروز که ما اینجا هستیم حدود اواخر خرداده، ما نمیتونیم امروز اینجا باشیم به حوادث یک سال گذشته 25-26 خرداد سال گذشته اشاره بکنیم ولی به عنوان مثال به 30 خرداد 1360 اشاره نکنیم و از کنارش بگذاریم. حوادثی که در سال گذشته انجام شد پیگیری و امتداد چیزیه که در 30 خرداد 60 هم در ایران اتفاق افتاد. در اون موقع هم نیروهای سیاسی و صدها هزار نفر از مردم بر علیه اولین رونش جدی رژیم برای پس گرفتن مسائل دموکراتیک ایران به میدون آمدن و ده ها هزار نفر رو اعدام کردند. به این خاطر رنگین کمان نیروهای سیاسی ایران مسئله‌ای که در 30 سال گذشته همواره بوده. کسی که سعی بکنه صداهای مختلف در ایران رو به یک صدا تبدیل بده، صداهای مختلف رو در ایران رو فقط به این خاطر که در چارچوب مناسبات درون سیستمی باشن تبدیل بده، ما
باید انتظار این را باشن که این به دموکراسی و به بهبود وضعیت سیاسی اجتماعی در ایران نخواهد انجام شد. آقای نوذری بسیار سپاسگزارم که وقت خودتون رو در اختیار ما قرار دادید. منم متشکرم از این وقتی که شما در اختیار من قرار دادید. سپاسگزارم. آنچه شنیدید گفتگوی کوتاه من با آقای حمید نوذری بود. بنده رحیم رشیدی هستم.